یه دونه بچه های کتاب آوردیم که در مورد اقیانوسه و اسمش هم هست The Heart of the Whale، قلب نهنگ. کسی هم که بچه این کتاب نوشته اسمش هست آنا. یکی بود یکی، ولی من بیارم نه بیره گنبد کبود. اقیانوسی بود بچه ها جون که توی اون اقیانوس حیوان های مختلف زندگی میکردن. از قضا یکی از حیوان هایی هم که اونجا بود که خیلی خیلی مهربون بود یه نهنگ خیلی نازی بود به اسم پیدی. پیدی هر وقت که از خواب پا میشد شروع میکرد با اون صدای قشنگش بچه ها آواز خوندن و آواز خوندن و آواز خوندن. از این سر اقیانوس به اون سر اقیانوس که میرفت همه از شنیدن صداش کلی خوشحال میشدن و کیف میکردن. حتی وقتی که هشت پایه بچه صدای پیدیو میشنید شروع میکرد دست و پاهاش به حرکت در اومدن و رقصیدن و کلی تکون تکون خوردن و شادی کردن. چقدر جالب، همه حیوانای دریایی بچه ها از شنیدن صدای پیدی خیلی خوشحال می شدن. اما می دونید چی؟ یه روزی از روزا همینجوری که پیدی داشت برای خودش آواز می خوند، وقتی که داشت برای خودش شنا می کرد توی آب دید که گلام دارن همزمان باهاش می رقصن و تجاکل می شن و خودشون رو باز و بسته می کنن. همه موجودات دریا بچه عاشق صدای پیدی بودن. حتی نگاه کنین ای جان من، یک دو سه چهار پنج، خیلی خیلی زیاد عروس دریایی بودن که روی اونا بچه های اسبای دریایی خوابیده بودن. وقتی که صدای پیدی رو میشنیدن فکر میکردن پیدی داره براشون لالایی میخونه. این بچه ها جلی فیش ها این عروس دریایی ها شروع میکردن به حرکت در اومدن و حرکت در اومدن، اما خیلی آروم. اگر میخواستن سریع حرکت کنن که بچه ها از روشون میافتادن و بچه های اسب دریایی هم که روشون خوابیده بودن به صدای لالایی پیدی گوش میدادن و خلاصه خوابشون میبرد. آخ جانم، نگاه کنین همه و همه موجودات از صدای پیدی خوشحال بودن. اما یه روزی از روزا نگاه کن، پیدی گفت چرا من انقدر تنها؟ من فقط دارم همه رو خوشحال میکنم اما هیچ دوستی ندارم. بچه قلبش رو نگاه کنین، اصلا قرمز نیست اینجا، یعنی خیلی ناراحته، دلش شکسته بود. میگفت چرا هیچکی با من نیستش؟ من دوست دارم وقتی جای آواز میخونم چند نفر با من باشن. منم هم مثل بقیه که خانواده دارن و دوست دارن، دوستام همه دورم باشن. ها و بچه ها همینجوری که داشت قصه میخورد موج آب اومد و صدای تیوی رو بچه ها که اینجوری داشت از ناراحتی به خودش میپیچید و برد و برد و برد و برد تا رسون به اون سر اقیانوس. نگاه کنین همه حیوانای دریا بچه ها صدای تیوی رو شنیدن. وقتی که صداش به گوششون رسید همه گفتن اخ اخ اخ، نه نکنه پیدی انقدر ناراحت شده باشه که انقدر داره قصه میخوره. اسبای دریایی، بچه ها، با ماهی ها، با هشبا، با اون خارپشت دریایی همه داشتن فکر میکردن که چی کار میتونن بکنن که پیدی ما رو خوشحال کنن. موج دریا حتی صدای پیدی رو برد و برد و برد تا به گوش بچه ها لاک پشت ها رو نگاه کنین، لاکی لاکی ها رو، ای جان من، ماهی کوچولو ها رو، جلی فیش ها رو نگاه کنین. صداش رو به همه همه داشت میبرد برسونه و برسونه، حتی انقدر دور رفت که رسول به گوش یکی دیگه از بچه ها نهنگا به اسم برفی. همه حیوانات دریایی، از ستاره دریایی، اسب آبی، حتی بچه برفی و لاکی ها گفتن چی کار کنیم که پیدی رو خوشحال کنیم؟ اون همیشه با خوندنش ما رو خوشحال میکنه. بهترین کار اینه که ماها همه بریم دورش رو بهش بگیم چقدر دوستش داریم. همینجوری بچه ها همه حیوانا رو نگاه کنید چقدر مهربونن. شروع کردن آخ جانم اینو نگاه کنید، عروس دریایی ها، ستاره دریایی، ماهی ماهی ها، هشت پایه و همه نهنگایی که اون صدای
ویدیو شنیده بودن شروع کردن و شنا کردن و شنا کردن تا اینکه رفتن سمت پیدی. پیدی از دیدنشون انقدر خوشحال شده بود که باورش نمیشد مگه میشه تو این تنهایی این همه حیوانا بخوان بیان. و بچه‌ها اون موقع بودش که یهو برفی برگشت و به پیدی گفتش که این برفی ماست بچه‌ها، که داره به پیدی میگه نگاه کنید قلبش دوباره داره قرمز میشه، یعنی خیلی خوشحاله. گفت من صداتو شنیدم، من نه تنها من، اسبای دریایی، لکی لکی‌ها، ستاره دریایی، خارپشت دریایی، جلی فیش‌ها، همه و همه صداتو شنیدیم. ما نمیخوایم تو ناراحت باشی. اصلا میدونی چی؟ من خیلی دوست دارم با تو باشم و همیشه با هم دیگه شعر بخونیم. میشه خواهش کنم که لطفاً اجازه بدی من با تو زندگی کنم؟ بچه ها پیدی مهربونه گفت راست میگی؟ واقعاً من از خدام معلومه که دلم میخواد. جانمی جان از این به بعد میتونیم با هم دیگه بچه ها توی اقیانوس شعر بخونیم و شنا کنیم. خلاصه بچه ها جون از اون روز پیدی و برفی هر وقت که توی دریا و اقیانوس بودن با هم دیگه بچه ها آهنگشون رو میخوندن و همه حیوانای دریایی هم میومدن دورشون جمع میشدن و شروع میکردن به رقصیدن و کیف کردن. و بعدش هم اونا دوتایی با هم دیگه شنا کردن و رفتن خونشون. ای جانم چقدر مهربونی بچه ها قشنگه و چقدر دوست خوب داشتن قشنگتر. قصه ما به سر رسید، پیدی و تیبی هم به همدیگه بالاخره رسیدن. دوست داشتین قصه‌مونو؟ بله؟